واضح صحبت میکنیم مبارزه ما به خاطر آزادی است که امروز متاسفانه سلاخی شده روان است مبارزه ما به خاطر عدالت است که امروز متاسفانه موجود نیست و مبارزه ما به خاطر انسانیت است که امروز در زنجیر است ما آقای لازم میدانم که در ابتدا از ملت ایران تشکری بکنم از مردم انسان دوست نو دوست مردم آزادی خواه ایران که از مردم افغانستان مبارزه و دفاع مردم افغانستان و مقاومت ملت افغانستان در مقابل وحشت و دهشت دفاع کردن ایستادن و حمایت کردن جدا ما سپاسگزار هستم همچنین از تمام شخصیت هایی که در این مدت از مردم ما و از مقاومت ما حمایت کردن جدا سپاسگزار هستیم و ای را به دیده قدر می نگریم و به شدت بر مقاومت دل کننده بود وقتی که می شنیدن برادرها و خواهرها در او طرف مرسا به یادشان هستن و حمایتشان می کنن. و ما واقعا سپاسگزار هستیم ما به هیچ عنوان جنگ را بالای کسی تحمیل نکردیم و ما جنگ خواه و جنگ طلب نبودیم و همیشه دروازه صلح و مذاکره و مصالحه را باز گذاشتیم اما متاسفانه این تصمیم دیگرا بود که جنگ بالای مردم ما ملت ما تحمیل کردن و تمام چیزهایی که ما پیشبینش بودیم که به هیچ عنوان باوری به آزادی باوری به حقوق و رأی مردم باوری به حقوق انسان باوری به حقوق زن باوری به تحصیلات و علم موجود نیست و تمام چیز تمامیت خواهی دگمندیشی و عقب کرده به گذشته است تمامش پیش بینی ها درست از آب در آمد و می بینیم که روز به روز امو سیاست تقیب میشه توسط تو گروه خاصی لحاظ و مبارزه ما به خاطر دفاع از این ارزش هایی بود که برای مردم ما و به ملت ما با عنوان خطوط صلح مطرح است و ما در طول چندین دهه گذشته شهید دادیم ای ارزش ها حفظ شود کدام مسئله شخصی و کدام تصمیم شخصی یا خاص شخصی هیچ وقتی نبوده و ما به نمایندگی از کل مردم افغانستان به خاطر حفظ ارزش ها و به خاطر فهماندن و تمام طرف ها که این ارزش هاست که باعث ثبات در افغانستان میشه مبارزه کردیم و استادیم و در صورت ما همیشه تا مبارزه سیاسی میخواستیم پیش ببریم وقتی جنگ بالای ما تحمیل شد بالای خانه های ما جنگ آمد بالای خانه های مردم جنگ آمد ما مجبور به دفاع از مردم شدیم مجبور به دفاع از خود شدیم مجبور به دفاع از کشور خود شدیم هیچ وقتی جنگ را بالای خانه هیچ کسی بالای سرزمین هیچ کسی نبود لحاظا این حق مسلم شرعی ما حق مسلم دینی ما حق مسلم میهنی ماست که در مقابل گروهی که آمده میخوای عزت مردم را آبروی مردم را جان مردم را و مال مردم را در خطر بندازه و مصادره بکنه استاد شمیم و دفاع بکنه هر کسی که میگه این مسائل اتفاق نیفتیده میبینین شما که دنیای و کوهی از و از اسناد و مدارکی موجود است که در رسانه ها هست شما میبینین روز به روز به دنبال چه مسائلی هستند صحبت از حکومت فراگیر بود دیدیم حکومت فراگیر در عمل معنیش چی است لحاظ و مبارزه ما به خاطر دفاع از او ارزش ها بوده و لحظه تا تحقق او ارزش ها نگه ما از پای نمیشینیم و مبارزه خود و مقامت خود ادامه میدیم به این منظورم لازم میدانم که در آخر قصه وقتی که شما صحبت ازی کردیم که بیرق و پرچم است که دیگه در او کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته شده شما میبینید که در پرچم داعش هم این چیز نوشته شده پس چرا مبارزه با داعش درست است و مبارزه در مقابل دیگرهایی که عین عمله تکرار میکنن عین دیدگاه افراطی را دارن و عین جنایت هایی که اونا مرتکب شدن و داعش مرتکب شد اینا در طول چندین ده هم مرتکب شدن چطور که در مقابل اینا روان نیست مبارزه بدون شک هم از منظر دین هم از منظر, هم از منظر، تمدنی و هم از منظر ملی و هم از منظر انسانی مبارزه و دفاع در به خاطر ارزش های یادآوری در مقابل همین قسم یک گروه بدون شک رواست ما به این مسئله افتخار میکنیم مبارزه و مقاومت ما به خاطر استقلال و آزادی افغانستان است نه آزادی یک خاص یا قوم و منطقی خاص به وضوح برتان باید بگویم ظلمی که در حق مردم پشتون ما در طول چند ماه اخیر در قندهار صورت گرفته کوچ های که انجام شد قتل های مرموز و بیکتاتیو دست جمعی که انجام شد کوچ اجباری که امروز مردم دایکندی و قوم شریف هزاره ما داده میشه و قتل هایی که صورت میگیره چه بسا که به مراتب کلانتر از جنایتی است که در پنجشیر انجام داده. ما به خاطر تمام این مردم مبارزه میکنیم و تلاش ما به خاطر دفاع از همه است همیشه چه در دفتر کاری خود چه در یک ترتیب در برنامه های خود و در کارهای خود ما به بیروت ملی به عنوان نماد وحدت ملی ما و نماد به کشور ما افتخار کردیم حضور داره به روکه دولت اسلامی هم به عنوان یک نماد مقامت و استادگی هم در کنار مردم ما حضور داشته و این نمادها را به شدت ما عرج می نهیم و به ما ارزشمند هستند و به هیچ عنوان مخالفت وجود نداره هر افراد یا گروهی که میاین و زمینه و یا بکتتی به صحبت ایران می کنند که مبارزه ما یا تلاش ما به خاطر قوم خاص خواست، جغرافی های خاص خاص است کاملا اونا از منظر ما و از دید ما حتی اگر از جمع طرفدارای ما باشند غلط هستند و او به هیچ اونون از ما نمایندگی نمی کنه. مبارزه ما به خاطر استقلالیت افغانستانی است که امروز متاسفانه استقلالیتی زیر سوال رفته واضح صحبت می کنید مبارزه ما به خاطر آزادی است که امروز متاسفانه سلاخی شده روانه. مبارزه ما به خاطر ادالتیست که امروز متاسفانه موجود نیست و مبارزه ما به خاطر انسانیتیست که امروز در زنجیر است همراهان عزیز درود بر شما به برنامه خدا باوران از رادیو بی خدایان خوش آمدید من حسن فرامرز هستم میزبان شما در این برنامه که یک شنبه ها ساعت 22.30 به وقت ایران به طور زنده از صفحه فیسبوک خدا باوران پخش میشه ممنون که وقت میذارید و توجه میکنید اگه صفحه ما رو دنبال کنید یا درخواست دوستی با ما رو بدین فیسبوک شما رو در جریان شبنشینی های هفتگی ما قرار میده امشب در نظر داشتم قبل از طرح سوال هفته مقدمتا یکی دو مورد رو بیان کنم اما ناچار شدم از مقدمه صرف نظر کنم و وقت خودم رو بدم به احمد مسعود چون دیدم احمد حرفای درخشانی زده اونقدر درخشان که نمیشه پخشش نکرد حرفایی زده که بوی اقلانیت میده و بوی انسانیت و شرافت و وطن و آزادی و علم و پیشرفت ایشون به زبانی ساده و شیوا اصاره اصر روشنگری رو در همین مصاحبه بیان کرده در این دوران قهت و رجال سخنان پخته و سنجیده احمد جوان منو یاد این بیت حافظ انداخت که گفت از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی ایشون روی ایدئال هایی دست گذاشته که اگه اجرا بشه افغانستان میشه گلستان استقلال، آزادی، عدالت، انسانیت، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، سعادت تمام افراد و اقوام و قبایل کشور، همزیستی مسالمت‌آمیز علم و دانش و پیشرفت و صفا و صمیمیت و عشق و حال دیگه بهتر از اینها چی میخواین؟ اگه شما هم دنبال همین ایدئال هستید پس باید کمکش کنید یا همچین گنجینه ای رو به این راحتی از دست ندین قدرش رو بدونید اگه میخواین کمکش کنید الان وقتشه نه چهل سال دیگه چهل سال دیگه دیگه خیلی دیره از ما گفتن بود به هر حال به خاطر همین سخنان درخشان احمد مسعود که در اول برنامه پخش شد امشب از مقدمه صرف نظر می کنیم. البته مصاحبه ایشون اندکی طولانی تره تقریبا 27 دقیقه است توصیه می کنم حتما و حتما نسخه کامل این مصاحبه با آقای جعفریان رو چندین بار بشنوید و با دقت به حرفهاش فکر کنید اما بریم سراغ سوال هفته سوال اینه سکولاریسم یعنی چه؟ سکولاریسم یعنی چه؟ فهم من از سکولاریسم اینه که دین کار خودش رو بکنه، دولت هم کار خودش رو. نه دین در کار دولت دخالت کنه. نه دولت در کار دین به همین سادگی اینطوری هم دین هم دولت و هم ملت محترم باقی میمونند و در کنار هم به سعادت میرسند مثل همین کشورهای غربی که مدینه فاضله نیستند اما از جهان اسلام بهترند نیستند ولی اخیرا متوجه شدم که مسلمانان یا حداقل بخشی از مسلمانان سکولاریسم رو یه جور دیگه میفهمند طوری از سکولاریسم حرف میزنند که انگار دارند راجب به نجاست حرف میزنند معلومه که ملاهاشون حسابی بهشون دروغ گفتند اینها هم نرفتن تحقیق کنند ببینن ملاشون راست گفته یا نه همینطور چشم و گوش بسته پذیرفتن که سکولاریسم یعنی شیطان رجیم اگه حرف منو باور نمی کنید یه سری بزنید به صفحات فیسبوکی برخی گروه های اسلامی که عمدتا افغان هستند هزاران پیرو هم دارند اینها نوشتن مرگ بر سکولاریسم و زیرش چند صد نفر از مسلمانان بی سواد و مبارز البته لایک گذاشتن صدها نفر هم شیر کردند و دهها نفر هم زیرش نوشتن سبحان الله الحمدلله الله اکبر و از این محملات شرماور من توصیه می کنم که در این گونه صفحات اسلامی که افکار طالبانی رو ترویج میدن و همزمان از نشر اندیشه های مخالفین هم جلوگیری میکنند نمونید اینها رو آنلایک یا آنفرند کنید تا تنها بمونند و بفهمند که مردم دیگه با این گونه اندیشه ها فریب نمیخورند بازار اینها رو گرم نکنید به هر حال به ما بگید نظر شما درباره سکولاریسم چیه از نظر شما سکولاریسم یعنی چه پاسخاتون رو میتونید در زیر همین برنامه بنویسید یا اگه دوست داشتید میتونید تشریف بیارید رو خط تا بیشتر صحبت کنیم لینک شرکت در برنامه رو در زیر همین برنامه گذاشتم اگه خواستید هستیم در خدمت شما فقط این نکته رو یادآوری کنم که در حال حاضر تنها راه ارتباط با این برنامه همین لینکی است که در زیر همین برنامه هست لطفاً درخواست شماره تلفن و واتساپ و اسکایپ و گفتگوهای خصوصی و اینها نکنید اگه حرفی دارید همینجا بزنید لطفا من به طور خصوصی نه با کسی مناظره میکنم و نه با کسی پسرخاله میشم هرچند دلم میخواد با تک تک شماها بشینم و چای بخورم و حرف بزنم اما فعلا این کار مقدور نیست لطفا شرایط رو درک کنید و دیگر اینکه خواهشن اطلاعات شخصیتون رو برای من نفرستین. همین که ابراز علاقه می کنید کافیست یا همین که یه انگشت سر بالا میفرستید یعنی لایک like، کافیست. من میفهمم که شما همراهی اما دیگه وارد جزئیات زندگیتون نشید لطفا چون شرایط ما شرایط عادی نیست. که هر چی دلمون بخواد بنویسیم و هر کاری دلمون بخواد بکنیم نکات امنیتی رو رعایت کنید لطفا تشکر اما بریم سر بحث شیرین جایگاه زن در سوره نسا میخوایم ببینیم مقام و منزلت زن در سوره ای که به نام زن ثبت شده چیست در سه هفته گذشته 26 آیه از سوره نسا رو با هم مرور کردیم و دیدیم که نویسندگان ریش و پشمدار قرآن اساسا زنها رو نه جزو گروه اناس حساب کردن نه جزو گروه مؤمنین چون نوشتن ایوه الناس چهار تا زن بگیرید و یا نوشتن یا ایوه الذین آمنو زنان را به زور تصاحب نکنید یعنی چه؟ یعنی خود زن رو جزو اناس و جزو مؤمنین حساب نکردند یعنی در اون جامعه مرد سالار که الله و جبرئیل و پیغمبر و تمام کاتبان وحی همه مرد بودند مردها اصلا یادشون رفت که زنها رو هم طرف صحبت خودشون حساب کنند آیات رو طوری نوشتن که نشون میده طرف صحبت قرآن مردهای مسلمان هستند نه زنهای مؤمنه فقط اسم سوره به نام زنه اما متن سوره اصلا زن رو آدم حساب نکرده اگه اون برنامه ها رو ندیدین حتما ببینید تا در جریان کار قرار بگیرید امشب از آیه 27 ادامه میدیم آیه 27 میگه الله میخواهد بر شما ببخشاید بر کدام شما بر مؤمنین کدام مؤمنین مؤمنین مزکری که در رکاب رسول الله شمشیر میزنند میخواد دوباره به اونها ببخشاید انگار این همه بذل بخششی که تا اینجای داستان به اونها کرده کافی نیست دو دو سه سه چار چار کافی نیست میخواد بیشتر ببخشاید اما شرط و شروط داره شرطش اینه که فراموش نکنید که تمام این غنایم و اموال و زنانی رو که تا حالا تصاحب کردید همه رو مدیون الله و رسولش هستین داره به اصحابش یادآوری میکنه تا آنها فکر نکنند حالا که شکمشون و زیر شکمشون سیر شده برای خودشون کسی شدن فکر نکنن این نعمت ها رو خودشون به دست آوردن نویسندگان میخوان مطمئن بشن که اصحاب رسول الله جفتک نمیزنند و کماکان گوش به حرفهای رسول الله میدند چون برای جهاد بعدی لازمشون دارند میگه الله میخواد به شما بزل و بخشش کنه اما هر کس زیاد خواهی کرد و از هوای نفسش پیروی کرد سرکش شده و بخشش شامل حال آدم سرکشی که از هوای نفسش پیروی میکنه نمیشه یعنی چهار تا زن و چندین تا کنیز هوای نفس حساب نمیشه اگه بیش از این خواستید اون دیگه هوای نفس حساب میشه البته برای شما هوای نفس حساب میشه اما برای خود رسول الله هر تعداد زنی رو که ایشون طلب کنند حلاله اون دیگه سرکشی و زیاد خواهی نیست ولی اگه اصحابش بیش از چهارتا تا بخوان اونها دیگه سرکشند چون الله گفته اونها باید به همین چهارتا قانع باشند گویا بعضی از اصحاب رسول به این مقدار قانع نبودند به قول خمینی قانع به این مقدار نباشید بیشتر میخواستند برای همین نویسنده داره هشدار میده که پاتون رو از گلیمتون دراستر نکنید برای شما چهار تا زن بسه بیشتر از این مخصوص پیامبر است تا پیامبر در اجرای رسالتشان دچار مشکل نشوند الله. انگار رسالتشون با بند تنبانشون گره خورده آیه 28 میگه الله میدونه که شما آدمهای های ضعیف و نفسی هستین خبر داره چقدر سرتون میجنبه و پاتون میلغزه و چون اینها رو میدونه میخواد بارتون رو سبک کنه دوباره داره به شمشیر زنان خودش باج میده یکی به نل میزنه یکی به میخ تا این معامله سر بگیره عین مذاکرات صلح کرزایی و طالبان این مال, مال این مال شما اون مال من این مال شما اون مال من این مال شما اون یکی هم مال من برای مردم هم بیانیه صادر میکنیم که خوش باشند نویسندگان قرآن هم ظاهرا دارند همچین معامله ای با طالبان رسول الله انجام میدن با کی؟ با مؤمنین با کدوم مؤمنین؟ با مؤمنین مزکر و جهادی با طالبان به اونها میگن ما تا حالا این همه به شما بزل و بخشش کردیم اما اگه گوش به حرف ما بدین و مطیع اوامر ما باشید باز هم بزل وبخشش بخشش میکنیم اگه قول بدین سلفی نگیرین و شهر بازی نرین و تاب بازی نکنین حاضریم حتی گناهانتون رو هم ببخشیم و شما رو برادر خودمون خطاب کنیم میدونیم ضعیف و نفس هستین و اختیار دودولتون رو ندارین اما باز میخواهیم به شما حال بدیم به شرط اینکه هوای الله و رسولش رو داشته باشیم اگه شما کماکان مطیع عوامر ما باشین ما هم دوباره بر شما میبخشاییم چگونه میبخشاییم؟ از اموال و زنانی که در جهاد بعدی نصیب ما شود چه تجارتی اطاعت محض به قیمت غنایم جنگی غنیمت جنگی میدیم مطیع ما باشید اسلام رحمانی آیه 29 میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید دوباره مؤمنین رو مخاطب خودش قرار داده که چه کنند که یکدیگر را نکشید و اموال یکدیگر را به ناحق نخورید به ناحق نخورید یعنی چی یعنی اگه به حق بخورین اشکالی نداره به ناحق نباید بخورین ای کسانی که ایمان آورده اید یکدیگر را نکشید و اموال یکدیگر را به ناحق نخورید مگر اینکه تجارتی باشد یا مذاکرات صلحی باشد این مذاکرات صلح رو من گفتم البته که با رضایت انجام شود و در آن سود کنید هر جا مگر اومده یعنی میخواد کلاهبرداری کنه میگه اموال یکدیگر را نخورید مگر اینکه با رضایت طرفین باشد و سودی در آن باشد تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل بر اساس همین آیاته که طالبان و آخوندهای ایران اموال مسلمانان رو تصاحب می کنند و صاحبان اون اموال رو هم از شهر و دیارشون فراری میدن کوچه اجباری یا میکشند یعنی روز روشن دزدی میکنند چرا چون برای دزدی توجیه دینی دارند توجیه قرآنی کلا شرعی میذارن سر مردم نمیگن ما داریم میدزدیم میگن داریم انبالشون رو به حق مصادره میکنیم چون منافق بودند مثلا یا تاغوت بودند یا نوکر اجنبی بودند یعنی با همین آیات قرآنی اموال مردم رو اول حلالش میکنند بعد می دزدن. آب هم از آب تکون نمی خوره. چرا؟ چون قرآن گفته اموال مسلمانان را نمی توانی بدزدی مگر به حق یعنی اول باید حلالش کنی خب ملاها هم حلالش میکنن دیگه میگن اینها مفسد فلعرض بودند نوکر اجنبی بودند ما هم زمینشون رو گرفتیم زنهاشون رو هم باید طبق همین آیات و طبق سنت رسول الله می گرفتیم اما این دفعه اینا رو بخشیدیم عدالت اسلامی آیه سی دوباره متوسل شده به مغلطه چماخ البته حق هم داره این همه مال و اموال و زن و برده و کنیز رو میخواد بین این همه طالب وحشی تقسیم کنه با فلسفه افلاتون که نمیتونه این کار رو بکنه مجبور با فلسفه هویج و چماق بره جلو یه بار عین نشون میده یه بار گرز داغ که کنترل از دستش در نره میگه اگر اموال یکدیگر را به ناحق خوردید و یکدیگر را کشتید با شما چه میکنیم پس او را به زودی به آتش دوزخ درآوریم و این برای الله آسان است خب اگه آسان است همینجا جلوش رو بگیر دیگه چرا وعده سر خرمن میدی چرا وعده دوزخ میدی همینجا جلوی این وحشی ها رو بگیر تا ما باور کنیم تو راست میگی این وحشی ها هزاران نفر رو کوچ دادن و خونه و زندگیشون رو هم تصاحب کردن اگه راست میگی همین حالا برو جلوشون رو بگیر به زودی به آتش دوزخ درآوریم که نشد حرف وعده سر خرمن میده با مغلطه چماغ. در آیه سی و یک دوباره به شمشیر زنان محمد باج میده دوباره همون سیاست هویج و چماغ. میگه اگه از گناهان بزرگی که شما را از آنها من کردیم پرهیز کنید گناهان کوچکترتون رو میبخشیم و به شما جایگاه نیکویی عطا میکنیم چند آیه قبل که هفته پیش خوندیم گفته بود ما در صورتی گناهان شما رو میبخشیم که از سر نادانی گناه کرده باشید اگه دانسته و آمدانه گناه کرده باشید و یا اگر مکرر گناه کنید شما رو نمی بخشیم. اما اینجا ظاهرا حالش خیلی خوشه میگه فقط اگه اون گناهان سنگین رو که شما رو از انجامشون من کردیم انجام ندین بقیه گناهانتون رو می بخشیم. خیالی نیست او یا غنایم زیادی نصیب حضرت شده که اینجوری بزل بخشش میکنه ولی به هر حال تناقض رو میشه دید یه جا میگه فقط گناهانی رو میبخشیم که از سر نادانی باشه یا تکراری نباشه یه جا میگه اگه گناهان بزرگ رو مرتکب نشید گناهان کوچکتون رو میبخشیم اینجا دیگه کاری نداره که مکرر گناه کردی یا اثر نادانی کلا میبخشه و همه اینها رو کجا میگه در سوره نسا در سوره ای که قرار بود از حق و حقوق زنان دفاع کنه آیه سی باز هم نصیحت کرده و هشدار داده که زیاد خواهی نکنید گویا یا بعضی ها دوباره اعتراض کردن میگه هرچی الله بهتون داده بهش راضی باشید و چشم طمع به کسی که بیشتر از شما داره نداشته باشید چرا؟ چون الله خواسته که یکی اینطوری باشه یکی اونطوری الله خواسته یکی زن باشه یکی مرد گویا زنها اعتراض کرده بودن اینجا و ایشون داره مغلطه میکنه خب مرد حسابی اگه همه اینها رو الله خواسته و هر چیزی که اتفاق میافته به دستور الله هست پس دیگه دادگاه روز قیامت برای کیه هر کس هر کاری کرده به دستور الله کرده یعنی متهم ردیف اول خود الله است اون وقت برای مردم دادگاه تشکیل میدی شما با ملایان نسبتی نداری احتمالا در این آیه داره جواب زنان معترض رو میده گویا زنان اعتراض کرده بودند که چرا به مردان این همه امتیاز دادی محمد میگه کار من نیست که کار الله است الله گفته به مردها بیشتر حال بدیم اگر الله بخواد از فضلش به شما زنان هم میبخشه حالا که نبخشیده یعنی چی؟ یعنی نخواسته ببخشه پس شکایت نکنید و برین ماستتون رو بخورین عدالت اسلامی آیه سی و سه هم دوباره برگشته سر ارسو میراست میگه اگه چیزی از والدین مونده بین خودتون تقسیم کنید مدام از این موضوع میپره به اون موضوع یعنی نویسندگان این آیات اونقدر بی سواد بودن که نمیتونستن چهار تا پاراگراف درست و حسابی و منسجم بنویسند. هی hey, از یه موضوع میپرن به یه موضوع دیگه هیچ دانشگاهی همچین نوشته یا مقاله‌ای ای رو از شما قبول نمیکنه چون اصلا سر و ته نداره اگه 600 سال همین قرآن رو بخونی به اندازه دانه خردلی بر عقل شما اضافه نخواهد شد چون همش یا ترس از دوزخه یا طمع به حوریان بهشتیه و یا تقسیم مال و اموال و زن و بچه مردم که همه اینها رو در هم تقدیم شما میکنه آیه سی و چهار ار رجال و قوامون علن نسا مردان را بر زنان مسلط گردانیدیم برتری دادیم خب الحمدلله بالاخره تکلیف زنان رو مشخص کرد میگه مردان را بر زنان مسلط گردانیدیم چرا چون الله گفته که بعضی از شماها باید بر بعض دیگر برتری داشته باشید و چه کسی بهتر از مردان طالب صفت خودمان ما این مردان ریش و پشمدار شمشیر زن رو بر زنان برتری دادیم الله دستور داده ما هم اجرا کردیم الرجالو قوامون علیالنسا تکلیف زنان چیست زنان چه کنند زنان باید فرمان بردار و مطیع عوامر مردان باشند و به پاس این همه لطفی که الله در حق اونها کرده موظفند همه چیزشون رو برای شوهرجانشان حفظ کنند همه چیزشون یعنی بند تنبانشون و هرچی شوهر هر جان طلب کرد قبول کنند حتی بر پالان شطور اگه قبول نکنند چی میشه؟ و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید آیه سی و چهار سوره نسا و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید پندشان دهید و در خوابگاه ها از ایشان دوری کنید و آنان را بزنید و نه بزنید زنان را تا اجابت کنند شما را اینو کجا گفته؟ در سوره مبارکه نساء آیا همین حق رو به زنان هم داده؟ آیا گفته و شوهرانی را که از آزارشان بیم دارید پندشان دهید و در خوابگاه ها از ایشان دوری کنید و آنان را بزنید؟ نه چرا؟ چون شمشیر دست شوهرجانه و نویسنده قرآن را چیزی باید نوشتن؟ که شوهر جان را خوش آید نه ضعیفه های مؤمنه توسری خور را آیا شما در این آیات چیزی از حق و حقوق انسانی می‌بینی؟ آیا هیچ اثری از فرزانگی و کرامت و انسانیت و آزادگی و آزاداندیشی و عدل و انصاف در این آیات هست؟ نه. فرومایگی پشت فرومایگی. ولی همین کتاب فرومایه رو با همین قوانین عقب مانده به عنوان کتاب مقدس فروختن به ما و این کتاب شده حاکم و مالک همه چیز ما و ما رو قانع کردن که هر کس به این کتاب چپ نگاه کنه گردنش رو بزنید نمیذاریم دیگران بخونن بفهمن توش چی نوشته نه ما خودمون میخونیم ببینیم چی میگه ولی حاضریم به خاطرش آدم بکشیم کما اینکه میکشیم هم خودمون رو با این کتاب اصر حجری بدبخت کردیم هم کشورمون رو ولی دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است بسیار خوب اگه دوستان میخوان تشریف بیارن رو خط از این لحظه ما هستیم در خدمت شما اجازه بدید من یه نگاهی بندازم ببینم اگه دوستان میخوان تشریف بیارن رو خط لینک رو پایین گذاشتم اگه روی لینک کلیک کنید یه دریچه باز میشه کمراتون رو خاموش کنید روی کمرا کلیک کنید کمرا خاموش میشه و اون دکمه زیری رو بزنید وارد اتاق میشید تا اینجا هیچکس کس شما رو نمیبینه و صدای شما رو نمیشنوه تا اینکه من شما رو اینجا ببینم و اضافه کنم به صفحه اون وقت مردم صدای شما رو میشنون ولی فعلا کسی صدای شما رو نمیشنوه کسی هست که میخواد تشریف بیاره رو خط ما هستیم در خدمت شما گله نکنین بعد دیگه نگین وقت کم دادم اگه هستین من دیگه وقت اندازه کافی میدم هستم در خدمت شما بسیار خب پس وعده ما یک شنبه آینده همین ساعت همینجا مواظب خودتون باشید و اگه براتون مقدوره لطفاً برنامه ها رو به اشتراک بذارین تشکر جهان از جمله کشورهای منفیت دار حقوق معنوی ندارن که مردم افغانستان را با مشکلات بوجود آمده تنها گذارند. وضعیت سنگین و فلاکتبار این کشور با گناه ساکنان آن بوجود نامده است من در حیرتم که تمام نیات های بین المللی آید به حقوق بشر خاموشی را اختیار کردن و در مورید پوشیبانی از حقوق مردم افغانستان هیچ گونه تشبوز نشان نمیدیم. هزارها زنها بانوان روزنمارگاران سرکوب شده ایستادن. قطع شده ایستادن. خاموشی گویا که در دنیا چونی نیاده وجود ندارد. вазъияти афғонистон ба кишварҳои осиёи марказӣ таъсири бевоситаи манфӣ мерасонад зеро ман борҳо гуфтам ки амнияти минтақаи мо дар навбати аввал ба вазни ин кишвари ҳамсоя вобаста мебоша худат дуст медоре аз сурудое ки худбарои худа аз замон хон хб и вақт фикру зеҳни ҳамаи мо афғонҳо м як чиз махшуш аста боло як чиз фикр мекуна ما میخوایم یک آهنگ برای سرزمین خود بخونم البته. بخشه 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 خانه به خانه گشتم به تو همیشه باغا شانه به گشتم عشق یگانه من از تو نشانه من به تو نمک نداره شعر و ترانه من سرزمین من خاست خاست جفای

рӯафтода набошват ама чио дар ҷои худаш мегузорад рӯафтода нашавед еҷ гоҳ иншолло ин рӯзои сахту сангинам паси сарш сиёсати моро медонед нисбат ба афғонистон мо кӯшиш мекунем мардуми афғонистона талҳол намегузорем доим кмак кардем кмак мкунм рӯафтода набошед хаёт зиндаги худаш мубориза аст ҳоло дарбораи васи ватан карди ман доимо ба мардуми тоҷикистон чунин муроҷиат мекардам шукронаи ватан кунед шукронаи ватан кунед беватанӣ зинда дар гур даромадан баробар аст бисёр вазнин ас و ما همین روزهای سخت سنگین عینا پسی سر کردیم میلیون ها گریزه بودند میلیون ها 157 هزار کشته شدند هر چیزی که می بینید این بعد برقرار شد بعد مردم با مهنت سرجامی ملت با آباد کردیم ساختیم ناامید نشوید از زندگی حیات همین است بسر انسان هزار یک پسی و بلندی ها و مشکلی هست همه این چیزها پس سر میشه آب. ما امید داریم که به روزهای باز هم خوشحال میرسیم خوشبختی ها میرسیم مردم افغان از این چیزها بدبختی ها رهایی مییابند و شما سلامتی میخواهیم سلامت شما بسیار تشکر شامدیم. افتخار کردیم افتخار داریم باشیم یک تشکر خود شما را در جشن استقلالیت دولتی دعوت کردن در نزدی تمام رهبران دولت و حکومت تاجستان برآمد کردن این احترام با مردمی دوست و برادر افغانستان است